در ادامه برنامه صبح و زندگی با شما عزیزان هستیم و تشکر میکنم از هر یک شما عزیزان که تا این لحظه ما را همراهی کردین. موضوعی را که امروز انتخاب کردیم در رابطه با نقش والدین در تربیت فرزندان هست و خوشبختانه در این بخش از برنامه هم مهماندار هستن و جناب آقای عصمت الله سلطانی فعال مدنی با ما هستند و در این موضوع صحبت های خود را با ما شما شریک میسازند. خوش آمدین شما، صبحتان بخیر. سلامت باشین. سلام بر شما و تمام بیننده های تلویزیون. خیلی خوشحال هستم که یک بار دیگه در برنامه شما دعوت شدم. بسیار تشکر، سلامت باشین از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. در ابتدا اگر صحبت بکنین بالای از اینکه کدام موارد در قسمت تربیت فرزندان میتونه خیلی مهم و ارزنده باشه، قبل از اینکه بالای نقش والدین در تربیت فرزندان صحبت بکنین. ببینین موارد زیادی است که در نقش والدین یا اینکه بالای تربیت فرزندان مهم است، از جمله ای که یک خانواده سالم میتونه یک فرزند سالم بر جامعه تقدیم بکنه و بدون شک عواملی است که از جمله اعتماد به نفس یک جوان یا یک کودکی که در یک خانواده، طبعا خانواده به عنوان جایی که شخصیت انسان در اونجا ساخته میشه، جایی که انسان از اونجا ظهور میکنه و به جامعه میره، طبعا تأثیرات خیلی زیادی بالای یک جوان یا بالای یک کسی که یک طفل یا کودکی که از یک خانواده به جامعه تقدیم میشه داره. از جمله اعتماد به نفس چیزی است که وقتی یک کودک در یک خانواده زندگی میکنه اگر اعتماد به نفس نداشته باشه، به این معنا که مفعول میباشه در تمام زندگی. ببینین مفعولیت خودش استعداد انسان از بین میبره. وقتی ما اعتماد به نفس نداشته باشیم، به این معنا که ما همیشه خود حقیر فکر میکنیم، همیشه فکر میکنیم که ما توانایی نداریم، همیشه فکر میکنیم که ما نمیتونیم. چون وقتی در ذهن انسان کلمه نمیتونم جای گرفت، به این معنا که انسان همیشه ناتوان میمونه، همیشه نمیتونه که در زندگی موفق باشه، در زندگی پیشرفت بکنه. موارد بسیار مهم را شما اشاره کردین. بدون شک اعتماد به نفس میتونه بسیار کمک کننده باشه در آینده فرزندان زمانی که بزرگ میشن. اما همین اعتماد به نفس را والدین از کجا آغاز بکنن تا به فرزندان خود تربیت بتن و بالاخره تلاش به این بکنن که حس اعتماد به نفس در وجود فرزندشان از مو اوایل کودکی شکل بگیره؟ ببینین وقتی بر کودک اجازه داده شوه که یعنی نظر خود بیان بکنه یا کارهایی را که میکنه حداقل تهدید نشه. بله. زمانی که کودک تهدید میشه فکر میکنه، اگر در صورت کارهای خوبم انجام بده، فکر میکنه که کار من خراب است. وقتی از طرف والدین تهدید میشه و وقتی برش گفته میشه که کارت نادرسته است، وقتی برش گفته میشه که تو نمیتونی کار انجام بدی، تو ناتوانستی، اینا همه چیزی هستن که کمک میکنن برای از اینکه شخص یا کودکی که در یک فامیل بزرگ میشه اونم اعتماد به نفس خود از دست بده. بران نقش والدین در دادن اعتماد به نفس برای یک کودک، برای یک طفل خیلی مهم است. چرا؟ والدین به عنوان هستی که در یک خانواده از مؤثریت فوق‌العاده برخوردار هستند، اگر قرار باشه اینا برای یک کودکی که در یک خانواده زندگی میکنه و فرزند از اونها هست و اینا پدر مادر منحیص الگوی از اونها هست، وقتی اینا برش میگه که تو اشتباه میکنی، وقتی برش میگه که تو خطا میکنی، کار درست نیست و یا نمیتونی، اینا چیزایی از مواردی است که اعتماد به نفس شخص پایین میبره. وقتی برعکس از این عمل بکنه و برش بگویه که تو میتونی، وقتی کارهای بزرگی را برش بگویه میتونی، وقتی بگویه که تو یعنی یک کودک، کلن از کلمات مثبت استفاده بکنه. کلن از کلمات مثبت و کلمات استفاده بکنه که شخص ذهنن آماده شده برای از این که قبول بکنه که میتونه. وقتی والدین چنین برخورد کرد، این باعث میشه تا امو فرزندی که در یک خانواده وجود داره یا هست، او احساس توانایی بکنه و داشتن حس توانایی یا اعتماد به نفس و یا مثبت فکر کردن خودش باعث میشه تا شخص در آینده یک شخص فعال، یک کسی باشه که به درد بخور جامعه، فامیل و همچنان کشور باشه. دقیقاً در کنار این موارد را که شما اشاره کردین، سن سال والدین چقدر میتونه مهم و ارزنده باشه در قسمت از اینکه بتونن فرزندان سالم و صحتمند را تربیت بکنن؟ ببینین سن سال درست که یک شخص وقتی جوانتر باشه، چقدر جوانتر باشه، میتونه حوصله بیشتر داشته باشه، میتونه یعنی
خوبتر فرزندهای خود تربیت بکنم. و از طرف دیگه از چیزی که خیلی مهم است سواد والدین است. یعنی والدین باید این را بدانم، یعنی کتابایی را باید مطالعه بکنند، این هر سه باید آگاهی کامل داشته باشند این موارد که یک فرزند وقتی بزرگ میشه در فامیل او باید چگونه تربیه شود. یعنی خیلی کتابای در این مورد وجود داره که اونا میتونن از اونا استفاده بکنن برای اینکه اونا بتونن امو فرزند خود درست تربیت در بکنن. در کنار این مورد بیشتر والدین را ما متوجه میشیم که اونا سن و سال خرد را دارن. مثلا زمانی که یک پسر مکتب را تمام میکنه یا هم یک دختر زمانی که حتی مکتب را تمام نکرده، تحصیلات خود را ختم نکرده، اینا با هم ازدواج میکنن. در صورتی که اینا آگاهی کامل را ندارن در قسمت از اینکه چگونه یک فرزند خود را و یک طفل خود را به شکل درست و سالم تربیت بکنن، زمانی که اینا ازدواج میکنن چطور میتونن که یک فرزند سالم و خوب به جامعه تقدیم بکنه؟ بدون شک ببینین سن و سال ازدواج از نظر اسلام و همچنان قوانینی وجود داره که سن و سال تعیین کرده برای اینکه ازدواج در سن و سال صورت بگیره. ولی بیشتر وقتی والدینی که قصد از این دارن تا فرزندی داشته باشن و قصد از این دارن تا فرزند سالم داشته باشن، نیاز است تا در این هر سه اونا مطالعه بکنن، در این هر سه کوشش بکنن آگاهی خود بالا ببرن تا بتونن فرزند خوب داشته باشن. تحصیلات درست است، نقش تحصیلات خیلی خوب است برای اینکه چقدر یک شخص تحصیلات بالا داشته باشه، اما قدر میتونه آگاهی بیشتر داشته باشه. ولی این یک چیزی است که میتونن خود بیاموزن. و همچنان دیگر سن نیاز است تا دولت پروسه هایی را داشته باشه برای آگاهی دهی والدین و همچنان از طریق رسانه ها خیلی مهم است و در مناطقی که البته اونجا رسانه ها قابل دسترس نیست میتونن سیمینارهایی را برگزار بکنن تا والدین آگاه شوند این مورد که وقتی یک فرزندی که برای جامعه تقدیم میشه و خیلی هم تاثیر داره، بدون شک هر فردی از جامعه بالای یکی دیگه خود تاثیر خیلی زیاد دارن، وقتی یک فرزند با اعتماد به نفس بالا در جامعه تقدیم میشه، به این معنا که میتونه تغییرات خیلی مثبتی را در جامعه به وجود بیاره. یقینا در کنار از اینکه والدین میتونه بسیار تاثیرگذار باشه در قسمت رشد و تربیت فرزندان، دیگر کدام موارد وجود دارن که بسیار میتونن رول داشته باشن و تاثیرگذار باشن در قسمت تربیت درست فرزندان؟ ببینین یک سن سالی است که فرزندا در اختیار پدر مادر است و بیرونتر از او زیادتر نمیرن. او سن مربوط میشه به پدر و مادر، ولی سنی است که اونا میرن به مکتب، میرن به کودکستان یا به دانشگاه یا به اینا خودش فضای بیرونی از خانواده است که خیلی تاثیر داره برای یک جوانی که از یک خانواده بیرون میشه. و تنها امو سن سالی که پدر و مادر فرزند در اختیار دارن یا امو کودکی را که در خانواده بزرگ میشه، او مربوط میشه به پدر. بدون شک پدر مادر کسایی است که یک کودکی که در خانواده وجود داره، یعنی میگه قهرمان زندگی ما امی دو شخصی است که به عنوان پدر مادر اونا میشناسنش و تمام الگو برداری که میکنن تا سن معینی که بیشتر با پدر مادر در ارتباط هستن، او مربوط میشه به ای که پدر مادرش چگونه یک شخص است. ولی فراتر از او وقتی ما میریم که اینا میرن به مکتب میرن، بله، جایی است که باید یعنی با جدیت امو میتود درسی یا مضامینی که برای اینا داده میشه کوشش بکنن چیزایی را برای اینا، کتابایی را برای اینا بیاموزنن که او کمک میکنه در تربیه از اونا. چون اونا وقتی ذهن یک کودک مثل یک کاغذ سفید است، هر آنچه که روی از این کاغذ نوشته میشه دقیقا چیزی از کنها میبینند، چیزایی از کنها میپسندند، چیزایی از کنها برش بد میگن. یعنی همه از اونا به نام خوب و بد زمانی در ذهن از اینا ثبت میشه که اینا از بیرون متاثر میشن. وقتی بیرون میبینن که پدر مادرش یک کاری خوب میگه، پس اینا میگن این کار خوب است، ولو که کار خوب باشه یا بد باشه. چون ویایی که وقتی اونا به
مکتب میرن یا به کودکستان یا هر آنجایی که اونا در دسترسشون هست. پس کلا گفتم میتونیم که تمامی عوامل بیرونی میتونه تاثیرگذار باشه، از جمله عوامل محیطی هم بالای شکل گرفتن شخصیت کودک. یکی از مواردی که بسیار میتونه مهم باشه مسئولیت پذیر ساختن اطفال هست. والدینی که بخواین فرزندان خود را مسئولیت پذیر به بار بیارن، چقدر مهم است که خودشان مسئولیت پذیر باشن تا بتونن که حس مسئولیت پذیری را در وجود فرزندان خود رشد بدن؟ بدون شک ببینین، من در ابتدا اشاره کردم که ذهن کودک کاملا سفید می باشه. هر آنچه به عنوان خوب و بد میگیره او چیزی است که از جامعه متاثر میشه یا از اون جامعه کوچکی که عبارت از خانواده است. وقتی پدر مادر مسئولیت پذیر نباشه، بدون شک فرزندایش همچنان به می شکل به بار میان. ببینین، خود جامعه از لحاظ روانشناسی یا هم والدین به سه نوع هستن. یکی خانواده های سهلگیر هستن، خانواده هایی که اصلا به فکر از این نیستن که چی باید بکنن، یعنی چی باید بکنن، مسئولیت از اونا در قبال می فرزندی که در خانواده ایشان است چی است، اصلا نیر نمیدونن و یا ای که اصلا جدی نمیگیرن ایره. کوشش میکنن خیلی یعنی هر آنچه یک فرزند انجام داد و هر آنچه خودشان انجام دادن هیچ مهم نیست و یا که هیچ دقتی نمیکنن برای تربیه یک فرزند که خیلی هم مهم است برای آینده از این فامیل و برای آینده جامعه که اونا تقدیم میکنن. و خانواده مستبد، یکی از خانواده‌هایی که اونا فقط قانون مشخصی را که مثل حکومت‌های شاهی تعیین کردین و باید روی از اونمو خط همگی را برن، اگر فراتر از او را رفتن به این معنی که اونا اشتباه کردن. این چون این خانواده ها همچنان تاثیرات خیلی منفی روی ذهن یک کودک میگذاره. بله، پس خوب است که در میان این دونه و خانواده ها هم حد وسط یا میانش انتخاب شد. بله، در کنار از این هم بعض از خانواده های را ما در این اواخر متوجه میشیم، چون روز به روز هم تکنولوژی پیشرفت میکنه، بر اینا بر اطفال خود تلاش به این میکنند که هر لحظه وسایل الکترونیکی را در دستشان قرار بدن تا با استفاده از گیم ها یا یک نوع بازی های ایدا بر خود به نحو مصروفیت پیدا بکنند و والدین خود را به حالت خودشان بگذارند. چقدر در دسترس گذاشتن وسایل الکترونیکی در نزد اطفال اینا را از رشد کلی و رشد محیطی که باید بعضی چیزها را از محیط خود درک بکنند و یاد بگیرند اینا را عقب میمانند؟ خب دقیقاً گیم یا امی وسایل بازی خیلی هم منفی نیست، ولی اگر زیادتر استفاده شد زیادتر از این منفی است. بالای ذهن جوان تأثیر منفی میگذاره و خصوصا گیمایی است که اونا جنگ هستن. گیمای جنگی دقیقا جوان میبره به طرف ازی که اونم کسی که در گیم مثلا اصل است و جنگ میکنه او را الگوی خود قرار میده. تفرده از همون لحظه خشه ناموخته میشه. بله، خشه ناموخته میشه. ولی گیمایی است که اونا برای مصروفیت یک کودک مفید است. ولی نه قدری که اونا تمام وقت خود بالای ازی بگذارانن. نه که تمام وقت خود تخصیص بدن برای ازی که فقط گیم بزنن، این خودش تاثیرات خیلی منفی روی ذهن جوان میگذاره. ولی خوب است که برشان برنامه ریزی بکنن، خوب است که اونا را مسئولیت پذیر بسازن و برشان مسئولیت ها را مشخص بسازن که اگر اینی کار بکنی اینی خوبی ها را در قبال خود داره، اگر این کار بکنی قدر خوبی ها را داره، اگر این کار بکنی اینی بدی ها را داره. نه که ببخشید، نه که مستقیما بر از اونا بگوین که این کارا که میکنی اشتباهی ای کارا غلط است و یا ای که کوشش بکنن اون رو ملامت بکنن. ملامت ساختن در هر کاری عواقب خیلی منفی داره، ولی اگر بگوین که اگر اینی کارا بکنی اینی عواقب منفی در قبال خود داره، اینی یعنی پس کلا به شکل مستقیم نباید گفته شود، به شکل مترادف جملات استفاده شود که مستقیما طفل از به شکل بالاش امر نکنن یا هم از انجام یک کار نهی نکنن. بسیار تشکر از شما جناب اسمت الله سلطانی، فعال مدنی، از اینکه امروز در برنامه تشریف آوردین و صحبت های بسیار خوبتان را در رابطه با موضوع امروز برنامه با ما و بیننده شریک ساختین. وقت خوش داشته باشید.